فرهاد، از تغییر موضع ناگهانی ترکیه بگو و اینکه چگونه قراره که سوئد به ناتو بپیونده. خب همونجوری که تو سوالت مطرح کردی، ترکیه مخالف بودش و علت مخالفتش این بودش که شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده بودش که سوئد میزبان گروه‌هایی هستش که به گفته آنکارا گروه‌های تروریستی هستن و باید آنها را محدود کنه و یا حتی اخراج کنه از اون کشور، و این به یک درگیری بین استکهلم و آنکارا تبدیل شده بود. تا اینکه دیشب ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو اعلام کردش که با گفتگویی که با نخست وزیر سوئد و همچنین رجب طیب اردوغان که یکی از اعضای ناتو هست در اینجا شرکت داره صحبت کرده و به این رسیدن که آقای اردوغان مخالفتش رو برداشت و خب طبق قانون برای پیوستن یک عضو جدید موافقت همه اعضای کنونی لازم هست و این توضیحات آقای استولتنبرگ. من لحظاتی پیش دیدار سازنده‌ای با رئیس جمهور اردوغان و نخست وزیر سوئد کریسترسون داشتم و خوشحالم که اعلام کنم در پایان این دیدار رئیس جمهوری اردوغان موافقت کرده از پروتکل الحاق سوئد را در اسرع وقت به مجلس بزرگ ملی ترکیه ارسال کند و از نزدیک با مجلسشان برای اطمینان از تصویب آن همکاری کند. خب آقای استولتنبرگ گفتش در جایگاه قرار نداره که بگه این بازه زمانی چه مدت هست، ولی گفتش که آقای اردوغان وعده داده که این در اسرع وقت انجام بشه. فرهاد، آمریکا که به دنبال گسترش ناتو است و از عضویت سوئد هم حمایت میکرد، چه واکنشی نشون داده تا به الان؟ خب همون ساعتی پس از اعلامیه که آقای استولتنبرگ اعلام کرد، کاخ سفید به نقل از آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بیانیه رو منتشر کرد که گفت با توجه به این تحول جدید، واشنگتن همکاری امنیتی خودش رو با استکهلم افزایش میده و امروز یک سال با مشاور امنیت ملی آقای جو بایدن در کنفرانس خبری که در همین جا در ویلنیوس داشت به رسانه‌ها اعلام کردش که جزئیات بیشتری از این همکاری بین آنکارا و واشنگتن رو. پرزیدنت بایدن ماهاست به صراحت و صریح گفته است که از تحویل F-16 به ترکیه حمایت می‌کند. این اقدام هم در جهت منافع ملی ماست و هم به نفع ناتو است که ترکیه این جنگنده‌ها را در اختیار داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا در چند ماه گذشته در اظهار نظرهای عمومی و خصوصی خود هیچ اخطار یا پیش شرطی در مورد فروش این جنگنده‌ها قائل نشده است و قصد دارد با مشورت با کنگره این موضوع را ادامه دهد. خب اون بخش آخرش مربوط به کنگره بودش. سناتور باب منندس که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا هستش، از مخالفین سرسخت تحویل و فروش F-16 بود به دلایلی که میگفتش که اردوغان ریاست جمهوری مناسبی در ترکیه نداره و نسبت به همسایگانش تعرض داره. که با صحبتی که دیروز از آقای منندس نقل شد، احتمالاً این برطرف خواهد شد. و اما آقای جک سالیوان درباره مسئله دیگه از این سوال شد در رابطه با صحبت‌های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که مصرانه خواست عضویت کشورش که در حال جنگ هستش با روسیه به پیمان ناتو هستش که، و این توضیحات آقای سالیوان که فعلا این امر از نظر آمریکا ناممکن است. اعضای شرکت کننده همچنین در مورد مسیری که اوکراین برای عضویت در آینده در ناتو طی کند گفتگو خواهند کرد. همانطور که رئیس جمهوری جو بایدن گفته است، پذیرش درخواست عضویت اوکراین هم اکنون در اینجا در ویلنیوس ناتو را وارد جنگ با روسیه خواهد کرد و البته اوکراین گام‌های بیشتری باید در مسیر اصلاحات ساختاری خود بردارد. اما اعضای ناتو پیامی واحد و مثبت برای عضویت آتی اوکراین در ائتلاف ناتو صادر خواهند کرد. خب قرار آقای زلنسکی به عنوان مهمان ویژه دعوت شده خودش رو برسونه به اینجا فردا و آقای سالیوان گفتش که گفتگوی مستقیمی در حاشیه بین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و آقای ولادیمیر زلنسکی هم در این زمینه رو خواهد داد.